سلام دوستان تو این جلسه میخوایم سوالات اولیه در خصوص داده ها رو صحبت بکنیم چرا من اینو یه دونه فیلم جداگونه ضبط کردم به خاطر اینکه خیلی اهمیت داره من یادم وقتی که داره دفعه اول رفته بودم سر کار و یه سری دیتا گذاشتن جلو فقط دیتا رو نگاه میکردم نمیدونستم باید چی کار کنم این همه آمار خونده بودم این همه کار با داده ها رو خونده بودم ولی نمیدونستم باید چی کار بکنم با داده ها. ببینین وقتی که دیتا میاد جلو روتون خب با چشم حجم بزرگی از اینا هستش که نمیتونین تشخیص بدین الان اینا چی چی دارن میگن چه جوری هستن و یه سری طرح سوال بکنین واسه خودتون ببینین اصلا هدفتون چی بوده این دیتا ها برای چی اومده سمت شما چی میخواین از اینا بکشین بیرون و غیره حالا تو این جلسه هم میخوایم سوالات رو با هم یه نگاهی بندازیم این سوالات سوالات کلی هستن که اصلا در واقع علم آمار یه جوری اینا پیش اومده و اومده در واقع پیشرفت کرده و توی کار هم خیلی به دردتون میخوره اولین چیزی که در واقع شما باید در نظر داشته باشین داده کجا جمواری شده و چرا جمواری شده؟ داده از کجا اومده؟ چرا اومده؟ به چه علت؟ و در واقع دنبال چی است؟ هدف شما چیه خب این این چیزیه که باید تو کل کاری که دارین انجام میدین همیشه ته ذهنتون باشه آقا هدف تو چیه یه موقع مثلا یه مدلی داری استفاده میکنی نری یه مدل مثلا یه مدل دیگه که هیچ ربطی به هدف تو نداره رو استفاده کنی علکی تایم بذاری این هدف همیشه باید مد نظرتون تو کل اون کاری که دارین انجام میدین باشه بعد سوالایی که حالا اینجا قراردم فقط یه دور سری میخوام باستون بخونم ولی داشته باشید توی ذهنتون وقتی که با داده رو به رو میشین این سوالات رو از خودتون بپرسین مثلا سال اول نقاط داده در کجا قرار گرفتن این قضیه شاید الان تو دید شما اهمیت نداشته باشه اما این که میگم کجا قرار گرفتن من خودم مثلا دیتا رو میخوام انا الان آنالایز کنم تعداد زیادی از داده وجود داره اصلا هیچ کاری نمیکنم میام فقط یه نمودار فراوانی الکی میکشم ببینم می اصلا چجوری پخش شده این چهجوری پراکنده شده داده کجا قرار گرفتن هن اصلا این دیتا چقدر مثلا بی ربطه منظورم از بی ربط چیه مثلا یه داده اینجا داریم بقیه همه اینجا جمع شده این یه دونه اینجا زده بر کل داده خراب کرده وقتی که من میخوام یه دونه سامیشن یا جمع ببندم روش یا یه میانگین ساده بگیرم انقدر وزنش میره زیاد که میانگین منو میزنه خراب میکنه و اون میانگین میانگین واقعی نیست به خاطر که داره اینجا رو نشون میده یه جورایی در صورتی که باید این وسط رو نشون بده خب یکی دیگه اینکه داده چه نوعی هستش مثلا به صورت تاریخ من دارم تاریخ تجزیه تحلیل میکنم متن دارم تجزیه تحلیل میکنم تکست دارم ماینینگ میکنم یا اینکه عدد رقم چیه خود ماهیت داده از چه نوعی هستش ماکسیموم و مینیمومش چقدر هست یعنی همین که اینجا گفتم برفرض اینجا الان ماکسیموم اینا هستش اینقدر فاصله داره پراکندگی بسیار زیادی وجود داره مینیموم اینجا هستش آیا یک نواخت اینجا توضیح شده یک نواخت دادا اینجا قرار داره یا اینکه نه مثلا اکثریت یه جا دیگه تجمع دارن دو سه تا دونه اینجا هستن فقط پراکندگی زیادی داره حتی, حتی اکثر ها واسه ما مهم هستش مثلا داریم داده حقوق افراد رو مطالعه میکنیم ببینیم چه جوری هستش مهمه واسه ما کی بیشترین حقوق ها رو دارم میگیرن و کیا کمترین حقوق ها رو دارن میگیرن تکرار داده ها خیلی مهمه فراوانی اونا که با این بحث بسیار طولانی خواهیم داشتش که جای خود دارد چه جوری توزیع شده مخصوصا به صورت نرماله حالا یا به صورت مثلا یک نواخت یا به صورت نمایی اومده دادا دا توضیح شدم و غیره که اینا رو همه رو بهش میپردازیم من فقط یه دور سریع میخونم اینا رو تو ذهنتون داشته باشیم وقتی که داریم کارهای آماری انجام میدیم اینا همه دارن یه بخشی از این سوالات رو جواب میدن اصلا چه تعداد نقطه وجود داره جمعیت من چیه؟ نمونه من چقدر باشد؟ اندازه نمونم؟ اینا خیلی مهمه داده بزرگ یا کوچیک این این خیلی از روش های ما رو متفاوت می سازه. نوع دیدگاه ما نوع کاری که میتونیم بکنیم نوع نرم افزاری که باید استفاده بکنیم تفاوت میکنه تکنولوژی که باید استفاده کنیم متقارن هست یا نیستش دنباله داره یا نداره وقتی که متقارن باشه من میدونم که این وسط من مرکز من حالا میانگین من اینجا هستش ولی وقتی که مثلا اینطوری باشه میانگین باید اینجا باشه و حجم بیشتر داده ها توی این قسمت هست مثلا اینا رو شاید بخوام ایگنور بکنم خب یه چند تا سوال دیگه مخصوصا سریع زمانی حالا آره من نمیخوام الان وارد سریای منظور این که مثلا در طی زمان مثلا توی این تاریخ این دیتا جمع آوری میشه و تغییر میکنه مثلا نرخ ارز نرخ سکه یا یعنی اینکه میزان تولید حتی میزان تولید هم میتونه بر اساس زمان باشه تقاضا هر چیزی که بر اساس زمان باشه میگن سری زمانی حالا وقتی که سری زمانی بر اساس زمان تناوب داره یا نه مثلا تابستون ها ماکسیموم زمستون ها پایینه آیا دادا بر هم تاثیر میگذارن یعنی به هم وابستگی دارن دادا منظور اون چیه که وابستگی دارن مثلا من دارم تقاضا رو تحلیل میکنم خب داده تقاضا یه متغیر من هستش خود تقاضا یک جور متغیره که دارم در نظر میگیرم میتونیم در نظر بگیریم که هوا دما حالا هوا هم نه مثلا میدونم که دما هم یکی از پارامترهای مهم میتونه باشه حالا این دوتا آیا از هم مستقلن یا به هم تاثیر میزنن صد درصد دما روی تقاضا تاثیر داره روی بعضی از کاله ها مثل مثلا بخاری تقاضای بخاری توی زمستون خب میره بالا دما تاثیر داره حالا یه موقعی هستش که زمستون گرمی داریم تقاضا ممکنه پایین تر باشه عوامل تاثیرگذار بر داده ها آقا این تقاضا چه عامل های روش اصلا تاثیر گذارن من خود تقاضا رو چطور میتونم بر اساس متغیرهای دیگه ای تحلیل بکنم چه ارتباطی بین این متغیرها وجود داره آیا یک تابع خاصی هستش یا نه مثلا همین تابعی که اینجا نشون دادیم به صورت تناوبی به صورت مثلا اینطوری خطی روابط بین متغیرها رو بتونیم چیز بکنیم پیش بینی حتی بتونیم بکنیم ما میدونیم که ما آینده رو میتونیم بر اساس گذشته حدس بزنیم این حد زدن توی آمار در واقع پیش بینی هستش که از روی دیتاهای قبلی من میام میگم که دیتای جدید چطوری میتونه باشه مثلا وقتی که من داده هام به صورت خط بوده و اینطوری داره رشد میکنه بعد از طی مدتی میدونم که اینجاست حالا من تا اینجا رو دارم میبینم اینجا رو میتونم پیش بینی کنم این کاری هستش که مثلا توی ارز و پیش بینی سهام خب خیلی سعی میکنن استفاده کنن ازش آیا داده ها به طور مساوی گسترش یافتن یا به صورت گروهی در مناطق, مناطق مشخص شدن این منظورش چیه مثلا آیا داده های من که دارم بررسی میکنم اینطوری هم حالت خوشه بهش میگن خوشه بندی هم. طبقه خاصی دارن این یه خوشه هست این هم یه خوشه دیگه این دوتا با هم فرق دارن بر اساس این متغیر و این متغیر این دوتا یه تفاوتی با هم دارن که اینا افتادن اینجا اینا هم افتادن اینجا من اینا رو باید بتونم تشخیص بدم و مشخص کنم یا اینکه آیا مثلا این داده ها مربوط به طبقه مثلا حملات سایبری هم دارن این رو نشون میدن یا نه اتصال های نرمال به یک وبسایت هم خب اینا چیزهایی هستش که من دارم در واقع خوشه ها و طبقات رو توی داده هم بتونم تشخیص بدم و اونها رو تحلیل بکنم این سوال ها رو مد نظر داشته باشین حالا توی جلسه بعد ما میخوایم وارد یه آمار توصیفی بشیم که دیتا ها رو بررسی کنیم برای این کار همونطور که اولش گفتم بهتون ما باید هدف اون رو مشخص کنیم خب بذارین تر مسئله کنیم آقا مدیر من مدیر عامل، اومده پیش منی که کارم تجزیه تحلیل داده هاست میگه آقا آرمین من میخوام وارد حالا و هیئت مدیره ما مدیره شرکت ها میخواد وارد بحث تولید تولید یک محصول بشه چی تولید کنم مگه تو کار تجزیه تحلیل نیستش مگه تحلیل کسب و کار اینا کارت نیست برو ببین چی من تولید کنم که برای کشورم مفید باشه و همینطور واسه منم سوداور باشه این سوالیه که میخوایم با هم دیگه جواب بدیم اه... حالا من برای این کار چه کاری باید بکنم چه اقدامی باید انجام بدم خب اولین کاری که میکنیم میریم تو اینترنت میریم توی اینترنت من میخوام یه محصول جدید تولید کنم این محصول جدید من بیاین با هم فکر کنیم دیگه آقا من میدونم که واردات صادرات دارم درسته محصولاتی که این کشور من هستش وارد وارد کشور میشن یه سری هم من خارج دارم صادرات میکنم دیگه محصولات مختلفی که وارد میشن حجم یا ارزش مالی متفاوت دارن به مقدارهای مختلفی وارد میشن من میخوام چیزی رو تولید کنم یعنی به صورت منطقی میام چیزی رو تولید میکنم که زیاد داره وارد میشه خب وارداتش زیاده چرا این کار رو انجام میدم به خاطر اینکه در خود کشور اگه تولید کنم هزینهش کمتر باید بشه یعنی من کالام قیمتش پایینتر از اون چیزی که داره وارد میشه بعد اصولا در بیادش حالا بگذاریم از مواردی که از چین میاره از فلان جا میارن مواردی که هزینهش میره بالاتر به نظر من خوب تولید نمیکنن میتونیم ما رقابتی انجام بدیم این کار رو کیفیت ها ممکنه فرق داشته باشه یا یعنی اینکه در واقع حالا توی ایران هزینه حمل و نقل ناکنین وجود داره به حال از چین طرف داره میاره تو کشور ما این هزینه رو داره میده ما اینجا داریم تولید میکنیم هزینه نداره پارامترهای مختلفی تاثیر گذاره مثلا نیروی انسانی درسته هزینه نیروی انسانی ممکنه متفاوت باشه که تو کشور ما هم بالا نیست بالا نیستش چرا توی آمریکا طرف میاد توی خود چین کارخونه میزنه فقط اینکه نیروی انسانیش اونجا ارزون ولی توی کشور ما نیروی انسانی ماشاءالله هست در هر صورت حالا عوامل تکنولوژی و اینجور مسائل رو بذاریم کنار ما میخوایم کالایی رو این وسط پیدا کنیم که بخوایم تولیدش کنیم یعنی چی یعنی اینکه آقا اگر من تولیدش کنم هزینهش هم کمتر از اون چیزی میشه که دارم وارد میکنم اینو باید در نظر گرفته بشه در این حال آقا وقتی که داره واردات میکنم من اینجا مثلا این یارو که قیمتش خب زیاد داره وارد میشه من باید تشخیص بدم کدوم یکی از اینا طرفداری بیشتری داره و همون مقدار داره حجم بیشتری ازش وارد میشه دیگه پس این مهمه که من برم کالای وارداتیمو بررسی کنم ببینم الان کشور من به چی نیاز داره و کدوم برای من سوداوره نرم یه کالایی انتخاب کنم که زیاد داره وارد میشه بعد خودم بیام اینجا و بخوام تولیدش کنم یک رو ندارم حالا میخوایی بری اون تکنولوژی رو بیاری چه تکنولوژی نمیشن شبیه هلیکوپتر شد میخوایی بری اون تکنولوژی رو بیاری باید ده برابر همین هزینه کنی فایده نداره که یا یعنی اینکه هزینه تولید خود اینجا بیشتره آقا مثلا توی کشاورزی من الان اگه برم وارد یه سری از مسائل مسائل بشم به صرف نیست آب ندارم داداش خوبم گلم آب ندارم بهتره برم خرید کنم من نفت دارم بر فرض مثال میدم یه چیز دیگه میخرم درسته که نباید نفت حالا زیاد استفاده کنیم باید به صادرات تکیه کنیم و تولید نباید بریم هر چیزی هم تولید کنی که به هر دنیای دنیا کسب و کاره یه کسی یه چیزی رو تولید میکنه یه چیز دیگه میخره ما میخوایم اون کالایی که مفید واسمون بخریم رو پیدا کنیم حالا کاری که باید بکنیم چیه بریم دیتا جمع آوری کنیم دیتا رو کجا میتونیم جمع کنیم تو اینترنت فراوون دیتا سایت های دولتی انواع اقسام داده ها رو به ما میدن مثلا اگه در مورد آب بخوای مثلا سرچ کنی و دیتا داشته باشی میتونی بری آقا تو وبسایت منابع آبی کشور یا در مورد میزان مصرف برق سازمان برق سازمان صنایع و معادن من اینا رو بیارم بساتون یا سازمان صنایع و معادن وزارت صنعت بر صنعت همه اینا اطلاعات و آمار دارن تو اینجا هم باید بگردین من تو اینجا نگشتم ولی همه اینا قسمت آمار دارن که میتونیم پیدا کنیم مثلا این اینجاست آمار و اطلاعات تو اینجا هم اگه بگردین آمار اتما... رو میتونین پیدا کنین اینجا نمیدونم کجاست توی این هم همینطور آمار اطلاعات وجود داره بانک مرکزی بیشترین اطلاعات رو میتونید از بانک مرکزی پیدا کنید خیلی اطلاعات خوبی رو گذاشته آمار و دادش و میتونید استفاده کنید حالا چیزی که ما میخوایم گمرک گمرک اطلاعات واردات و صادرات رو به ما میده ما میایم تو سایت گمرک سایت گمرک وای میستیم که بیاد بالا میریم تو قسمت آمار میریم آمار های سالیانه میبینیم که از سال 71 تا 95 رو اینجا قرار داده ما سال 95 رو حالا فعلا میگیریم یعنی سال اخیر میخوایم ببینیم که چقدر دیتا وارده، چقدر واردات صادرات داشتیم و چه کالایی به چه میزان میریم سال 1395 تحلیلش رو نمیخوام خودرو رو نمیخوام این صادرات واردات رو بیشتر میخوام ببینم چه کالای وارد شده فکر میکنم گمرو خود تعرفه بودش تا اونجا یادمه میریم به صورت XLS هم میدن XLS 2003 هستش اکسل 2003 میده و خب خیلی واسه تحلیل دادا خوبه که حالا تو جلسه بعد بیشتر در موردش صحبت کنیم آره اینجا سال طرفه، شهر طرفه و غیره پس من الان دیتا هم پیدا کردم دیتا هم پیدا کردم که تو جلسه بعد میخوایم با این دیتا سر کله بزنیم ببینیم آقا چی باید تولید بکنیم بهتره چه کالایی بیشترین واردات رو داشتن چه کالایی میتونیم مثلاً ببینیم اصلا کلا وضعیت واردات چی بوده یه تجزیه تحلیل در بیاریم به مدیرمون بگیم که آقا تو این صنایه وارد بشی به نظر من میتونی به کشورت خدمت کنیم و تقاضاشم هم هست که دارن انقدر وارد میکنن ممنونم از توجهی که داشتین خدا نگهدار